نمایش انتخابات رژیم با دومین پدک کوبنده تحریم مردم ایران روبرو شد و بر اساس آمارهای مستند از شعب انتخاباتی رژیم 91 درصد واجدین شرایط در این نمایش انتخابات شرکت نکردند نتیجه این انتخابات هم بیرون آمدن پزشکیان از عناصر دست چندم اصلاحاتی از صندوق بود این نتیجه نمایش انتخابات است که نشان ضعف و گیجی خامنه ای و ناشی از ضربه حلاکت رئیسی جلاد است و جنگ در باند خامنه ای را تشدید کرده و عناصر این باندها هر یک دیگری را عامل شکستشان میدانند. محمد مهدی همت از عناصر باند قالیباف در حساب ایکس خودش نوشت این شکست می توانست رقم نخورد اگر جلیلی و اطرافیانش لجبازی نمی کردند. محمود رضوی از فیلمسازان اطلاعاتی و نزدیک به قالیباف هم به جلیلی حمله کرد و نوشت با لجاجت کشور را به عقب بازگرداندید الان اگر سکوت کنید کسی به شما نمیگوید لال هستید انصاری از باند قالیباف عدم کنارگیری جلیلی و شکست او را پشت کردن به ولی خواند یک عضو باند قالیباف به نام سمانه صالحی تحت عنوان فعال رسانه ای هم نوشت برای من جلیلی روزی تمام شد که از قاعانی هم عبور کرد و گفت مصمم ایستاده است. چنین فردی می تواند در هر زمان و مکانی از هر کسی عبور کند و اما امشب برای همه تمام شد حتی سایه نشین های دولت خودش. مبارک آقای رائفی پور و نوچه هاشون. کار به جایی رسیده که حتی برخی از عناصر باند خامنه ای یقه شورای نگهبان ارتجا را گرفتند که چرا پزشکیان را تایید صلاحیت کرده است محمد مهدی فاطمی صدر از فعالان به اصطلاح رسانه‌ای باند خامنه در حساب ایکس خودش نوشت به حساب شورای نگهبان هم باید رسید کمیلی از اعضای ستاد جلیلی در مورد جلسه بین قالیباف و جلیلی برای کنار رفتن یکی از آنها گفت دکتر غالیبا فرمودند بنده حجت شرعی دارم برای ماندن از چه کسانی از آنها که به من تکلیف کردند بیایم یعنی صبح روز بعد پنجشنبه یکی از دوستان به رهبر مراجعه کرده و سوال می کند و پاسخ منفی محکمی درباره تکلیف به شخصی از کاندیداها دریافت می شود و معلوم می شود که دیگران در این ماجرا نقش داشته اند نه رهبر هنوز نمایش انتخابات رژیم تمام نشده جنگ و جدال آنها هم در درون باند خامنه ای شروع شده و همدیگر را به خیانت متهم می کنند. پس باید منتظر آثار بیشتر پتک تحریم انتخابات و کلان ضربه حلاکت رئیسی به خامنه ای و تمامیت رژیم باشیم.